به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر سلام تقدیم میکنم خدمت شما هم عزیز حزیز علاقه خوب برنامه ببینه بی با پس انشالله که جور من باشین و هر کجایی که هستین لباس آفیت بتن داشته و همیشه سهتمند باشین خب دوست عزیز بارزوی ساعت سلامتی شما هم عزیز حزیز برنامه امروز خدا ما آغاز میکنیم و به امید است که کنار تلویزیون تا نشسته و بیننده برنامه بی بیبینه بی 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 با پس با مزه مزه باشین دوست عزیز خب امروز میخوایم بر شما یک نوع کلچه کانفلکس آماده کنم دوستا البته کلچه بسیار مزدار است و اکثر دوستا خواهش کرده بودن که یک نوع شیرینی یا کلچه در برنامه بر ما آماده کنیم ما هنوا و اقسام کلچه ها را در برنامه آماده کردیم دوستا پس بینیندی برنامه امروز ما باشین و با طرز تهیه کلچه کانفلکس دوستا عزیز ببینین و شما هم آماده کنین مواد لازم است عزیز آرد ترمیده یک گلاس استفاده میکنیم ولی یارد زیاد از دو چون ما خمیرش از قبل آماده کردیم ولی خمیر آزمایشی هم دو عزیز آماده میکنم تشویش نکنین همچنان کانفلکس دوست عزیز گلاس استفاده میکنیم چاکلیت ککاو چاکلیتی یا سرپ چاکلیت شربت چاکلیت دوست مقدار لازم استفاده میکنیم دو قاشق مسکه استفاده میکنیم دو قاشق خمیر مایه استفاده میکنیم تخم مرغ دوست دو عدد استفاده میکنیم در خمیری که کردیم دو عدد استفاده کردیم ولی خمیر آزمایشی است ما یک عدد استفاده میکنیم شما باز دو عدد استفاده بکنید بوره همچنان یک گلاس دوست و شیر همچنان دوسا مقداری که نیاز دارین یعنی با مقدار یک گلاس یا نیم گلاس شیر استفاده بکنید خب دو سازیز. در ابتدا خمیر مایه را ما داخل یک کاسه انداخته یک قاشق بوره اضافه میکنیم به این شکل شما هم آماده کنین خب یک مقدار آب اضافه میکنیم خب ایره تمام شده به این شکل دوست عزیز شور میتیم و میمانیم که خمیر مایه کاملا حل شوه خب حجزای دل گفتیم تا به حال شما انواع و اقسام کلچه ها را از برنامه بیبین به پس دیدین و مهم آماده کردم امید است که امروز هم بینیدی برنامه باشین و تا پایان برنامه با ما همراه باشین ببینین طرز تهیه کلچه کانفلکس که آماده میکنیم البته کانفلکس داخل خمیر اضافه میکنیم دوستا خب یک ظرف را که بتانیم که دوست عزیز ما خمیر داخلش خوبتر یعنی خوبتر خمیر بکنیم دوستا خب بوره را اضافه می کنیم شیر اضافه می کنیم و باید یادآور شم دوستا اجزای دل که ما خمیرش از قبلا آماده کردیم یک نیم گلاس آرد است ولی روش پلاستیک گرفتیم تقریبا نیم ساعت یا 45 دقیقه دوست عزیز پیش ما خمیر کردیم و این خمیر خوب خود بف کرده یعنی دوچند شده و شما هم همین کار بکنیم کانفلکس روی خمیر دیده میشه ببینید دوستا و کلچه امروز ما مثل روغنجوشی و یا همچنان گوشفیل دوستا با روغن سرخ میشه یعنی داخل داشت آماده نمیشه یک عدد تخم مرغ هم دوست عزیز اضافه میکنیم خب شما زمان که دوست عزیز زیادتر وقت دارین خمیر مایه را فقط روش میپیچونین یا روشه پلاستیک می گیرین یا یک بشقاب بالاش میمونین به مدت ده دقیقه این خمیر مایه خود بف میکنه با داخل آب که ما چندین بار این کار کردیم و شما همه میکاره کار بکنین بعد از او داخل مواد اضافهش میکنین خب تا او وقته ما بوره را خوب با هم مکس میکنم دوستا و ماسکره هم اضافه میکنیم فقط دو عزیز امی اندازه هم مسکه داخل خمیر اضافه میکنیم دیگه نیاز به روغن زیاد نیسته چون در داخل روغن خمیر آماده میشه و بیکین پودر اضافه نمیکنیم تا به حال شما از بیکین پودر در کلچه ها استفاده کردیم دو ولی هی بار بین که با خمیر مایه میتونیم دو عزیز ما کلچی بسیار مزدار آماده بکنیم. خب دل ما تمام خمیر مایه ای که داخل آب بود ایره هم اضافه کردیم و کاملا باید بوره خوب حل شوه خب کانفلکس هم دوست عزیز اضافه می کنیم. خب پیش از اضافه کردن آرت دوستا کانفلکس اضافه بکنیم کانفلکس آشنایی کامل دارین شما از اکثریت فامیلا در صوبانه استفاده میکنن چیز بسیار مقوی است و چاک کننده هم است یعنی بدون پروتین بدون پروتین هم دو سازیس داره و پروتین دارش هم هست کسایی که نیاز زیادتر به پروتین دارن میتونن که از پروتین دارش استفاده بکنن و کسایی که نیاز به پروتین ندارن میتونن از بدون پروتینش استفاده بکنن با شیر البته نوش جان میشه و انواع و اقسام کانفلکس ها هست سیریال است که میتونین که استفاده خوبه بکنین خوب از دل هارد اضافه میکنیم ببینیم خمیرش به اندازه خمیری که ما و شما برای نان خود روزمروزه خمیر میکنیم با مو اندازه باید خمیر شود و از سریال دوست عزیز یاد آور شدیم که برای اطفال نازنین خود میتونین که دوست عزیز بتین و استفاده بکنه خب حجزای دل زمانی که خمیر آماده میشه شما فقط برای نیم ساعت یا 45 دقیقه ایره میگذارین که خمیر شما باید دوچند شوه یک اندازه آرد دیگه هم اضافه میکنیم چون مسکه دوست عزیز داره خمیرش هم فقط همی که آرد از روش گم میشه دوست عزیز دیگه کفایت میکنه زیاد را خمیر زیاد مش نمیزنین و به خاطر از اینکه کانفلاکسش باید دیده شود خب حیزای دل طرز خمیر کردنش خود دیدیم که به چی شکل خمیر میشه و نرم نرمیش هم دوست عزیز ببینین به این اندازه باید نرم باشه به با این اندازه نرمیش باشه خب تمام موادار اضافه کردیم زمانی که خمیر آماده میشه شما برای نیم ساعت یا 45 دقیقه تا که خمیر شما دوست عزیز دوچند میشه به این شکل همین خمیر هم به می اندازه بوده دوستا ولی زمانی که پلاستیک شو سکونم ان شاء باز خود دیدین دوستای عزیز ببینید که خمیر پس دوباره حجم خود خورد میسازه وقفه داریم و دوباره برمیگردیم مواد لازم کلچه کانفلکس آرد ترمیده یک و نیم گیلاس کانفلکس یک و نیم گیلاس بوره یک گیلاس شیر نیم گیلاس تخم مرغ دو بیزه خمیر مایه دو قاشق مسکه دو قاشق چاکلیت کاکاو به مقدار لازم خوش آمدین به ادامه برنامه خب دوست عزیز ز ما به خاطر برش کلچه است یک سرپوش بسیار پاک و نظیف استفاده میکنیم شما هم در آشپزخانه خود از همچو سرپوشاد دارین مطمئن هستم چون مسالجاتی که استفاده میکنین داخل قوطی ها دوست عزیز از همو سرپوشا استفاده میکنین خب حرارت کرایی را روشن کردیم و روغن هم اضافه میکنیم و تا ایسایس روغن دوست عزیز داغ شوه نسبتا روغن کم زیادتر باشه چون گفتیم دوستا که مثل خجور و یا گوشفیل یه کلچه ها آماده میشه خب دل آرد اضافه میکنیم کنیم روی تخته به این شکل آرد یکم نسبتا زیادتر باشه خب گفتیم خمیر به مو اندازه بود وقتی که ما روی خمیر پلاستیک دور می کنیم ببینین چه خوب خمیر رسیده دوسا به این شکل باید خمیر رسیدگی باید باشه ایرا بله پس خمیر به مو اندازه شد خب هیزای دل یک اندازه خمیره کم میکنیم به خاطر که فکر میکنم زیادتر از بازور بعدا ما آماده میکنیم این فقط بالای تخته که آرد اضافه کردیم به این شکل دو عزیز توسط آشگست میتونین که هموارش بکنین آرده باید خوب در تمام قسمت های تخته باید بانیم که خمیر باید با تخته نچسبه به دوستا و, دو و زمانی که خمیر هموار رو میکنین باید یک اندازه در اندازه یک و نیم سانت یا دو سانت دو سای باید خمیر شما هموار باید باشه و واقعا که کانفلکس دو سای عزیز یک کلچه بسیار مزدار میسازه امید است که شما هم مواد پیدا بکنین و آماده بکنین این را برش میکنیم دوستا به می شکل خیلی ساده است آماده کردنش یعنی نیاز به کدام نقش نگار نداره که دوستان ما پرتیم چون فامیل یا خانواده ها زمانی که کلچه های خانگی آماده میکنن یا کلچه تندوری دوستا کوشش میکنن با نوک قاشق و یا نوک کارت او را نقش نگار بکنن واقعا کیفیت بسیار خوبی داره یک لذت بسیار خاص داشت, داشت, داشت و وقت یا اون زمان ولی ما کسل میکنم آیسا ایسا همو رواج یا آماده کردن همو رقم کلچه ها از بین رفته و قدر دیده نمیشه یا نمیفهم که خانم های حال ها تنبل شدن چی بلا بسیار یعنی استراحت طلب شدن دیگه اوقدر زحمت نمی کشند مثل که سابق مادرها ها وقت خمیر میکردن یا شب خمیر میکردن صبح چای سوپ کلچه های تندوری بسیار گرم و بسیار مزه مزدار آماده میکردند خب به هر صورتش بازم صحتمند باشین دوستا کلچه را به می شکل همه گیشه ما برش کردیم بله اضافگی هایی که خمیر یعنی به چهار طرف کلچه ها است هیره میبرداریم و بعدا باز هموار خود کردیم خب کلچه ها را دیدین دوست عزیز که فقط ما برش کردیمش دیگر نیاز به هموار کردن یا مثلا قاشق زدن یا پا اصلا نیست دیگه خب ببینیم که روغن تا کجا داغ شده بله روغن یک اندازه داغ شده و ما کلچه ها را داخل روغن اضافه می کنم زمانی که کلچه هم آماده میشه شد بالای آیس آیس تا بالای روغن می خب به می اندازه دوستا عزیز ما هم کلچه ها را داخل روغن اضافه کردیم خب اجازه می که های کلچام ها پخته شود دوستا و حرارت شام نسبتا در وسط قرار می چون مغزش خام نمانه مغزشان باید پخته شود اگر شما روغن جوشی آماده کرده باشین دوستا ببینید که در حرارت متوسط پخته میشه خب به می شکل دوست عزیز آیست آیسا کلچه ها پوندیده میرن یعنی خود بف میکنه و برای لوی ازی که یک شکل بسیار خوب را میگیره یا شکل بسیار خوب ما با چاکلیت و از کانفلکس میتیم دوستا. ها بسیار خوبی هم داره چون مواده بسیار خوب را ما داخلش استفاده کردیم و مطمئن باشین دوسا که مثل کلچه های که فقط دو لا با هم مخلو... یعنی کلچه را با هم یعنی دو چسبانده با باشین دوسا یک بار دوستا عزیز شما هم آماده کنین ببینین مطمئن هستم که خوشتان می و لذت هم میبرین از خوردن همچو کلچه ها ببینین که شکل بسیار خوب را کلچه کانفلکس امروز دوستا عزیز گرفته و کانفلکس هایی که میبینین روبرویش و ببینین که خود دو برابر ساخته دو سا. یعنی آجم خود بلندر ساخته و این کلچا کلش یعنی کار خمیر مایه است که ما یعنی استفاده کردیم نه بدون بدون پودر کیک یا پودر بیکن سودا دو سایزی. فقط خمیر مایه خب وقفه داریم دو سا تا که کلچا را آماده میکنیم پس از وقفه با ما همراه باشین دوباره برمیگردیم مواد لازم کلچه کانفلکس آرد ترمیده یک و نیم گلاس کانفلکس یک و نیم گلاس بوره یک گلاس شیر نیم گیلاس، تخم مرغ دو بیزه خمیر مایه دو قاشق مسکه دو قاشق چاکلیت کاکاو به مقدار لازم خب ایزای دل بازم امید است که خسته نباشین خسته نشده باشین از از ما از برنامه دوستا و, و, کلچه کلچه ایره که آماده کردیم دوستا اینا ممو خمیرهایی که اضافه مانده بود و ما یک جا ساختیم شکل بسیار خوب را گرفته و ما هم حرارت خاموش میکنم این کلچه ها هم آماده است ببینید دوستای عزیز که بسیار مثل از چی بگویم دیگه روغنجوشی و اون شکل دوستای عزیز ای هم ها همطور خود بف ساخته و بسیار خوشمزه هم است دوست عزیز مطمئن استم که خوش شما بیاید خب یک شد دوست عزیز ببینیم که با کارت میده میکنیم ببینیم که چطور است واقعا با اون شکل ببینیم مغزش کاملا دوست عزیز با اون شکل که میخواییم با اون شکل آماده شده خب یک ظرف کمک بوره دو سه اضافه می و زیاد نه فقط دو سه عددش شما داخل بشقاب دو سه عزیز می کنیم و این اول خوب داخل بوره به این شکل می زنیم در بینش هم بوره اضافه کردیم و به این شکل خیلی کلچه ساده خدا کنه خوشتون آمده باشه حیزای دل و طرز تیش دوستا دیده باشین و شما هم این کلچه های خوشمزه را دوست عزیز آماده بکنین خب شما به میشکل شکل تمام شد دوست عزیز میتونین که بوره بزنین اگر از ککاو دوست عزیز نمی باشه فرق نمی کنه دوستا یعنی بدون از یه هم دو عزیز شما میتونین که آماده کنیم کنین خب فقط از کنفلکس دوسته ازیست یک اندازه به میشکل شکل برویش اضافه میکنیم تشکری میکنم از همراهی تان دوست عزیز که تایدم تا با ما همراه بودین و مسیح عدد که ککاو زدم بوره زدم همراهش کم کانفلکت دستای خود کم آبکش میکنیم دوستا خب زنده و سلامت باشین که تایدم تا بینینده بودین و تشکری میکنیم از کسایی که پیام گذاشته بودن و خواهش کلچر از ما کردن دوست عزیز خب دو قاب کلچه شد دوستا یک و نیم گیلاس گلاس آرت و یک و نیم گیلاس گلاس هم کانفلکس دوستا عزیز خب کلچه ای که آماده کردیم دوستای زیز کلچه البته کانفلکس هست و بسیار خوشمزه هم است خب تشکری میکنیم از سفر جانم هم. همکار بسیار خوبیم هم که آماده کردن بر ما و همچنان سپاسگزار هستم از حجزایی که پیام گذاشته بودند و خواهش کلچر کردن امید ایدرزاده ببخشین امید ایدری دوست عزیز از تایمنی سلام و احترامات گفته و خواهش کلچر هست کردن و همچنان لیلا امینی هست حیرات باستان خواهش کلچه نمودن زنده و سلامت باشین آجی صاحب بسیر از مزار شریف سلام و احترامات خدمت تان خدمت تان و یعنی خدمت تمام کارکنان شبکه جهانی رادیو تلویزیون دو سای عزیز گفتن و همچنان خواهش یک نوا شیرینی رسما ما کردن زنده و سلامت باشین خب منیجه جان از چلستون از چلستون کابل ما گفته که مفقت های بیشتر آرزو میکنم براتان و از ما خواستن تا یک نوع کلچه در برنامه آماده کنیم زنده و سلامت باشین و تشکر از پیام های بسیار خوب شما حیثای دل که پیام گذاشتین لطف کردین و در سم گرفتین در یه عرصه و مشکلاتی که داشتین و یا همچنان خواهشاتی که داشتین با ما شریک ساختین خب دوست هستیس باز هم منتظر نظریات خوب شما در فیسبوک و برنامه هستیم و همچنان میتونین به شما را 077 0707 59 تماس بگیرین فدا همیر در خدمت شما عزیزا هستن تشکری میکنم از همکارای پشت سحنه و همچنان از شما عزیزایی که بیننده بودین خب یان بود برنامه امروز ما که تقدیم شما اجزا کردیم تا یکی از برنامه های دیگه که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما رو به الله پاک امانت میکنم اوقات خوب خوش خدا نگهدار